درود بر شما عزیزانم. گرامیان، به زودی شاهد درگیری های وسیع در تمام شهرستان ها خصوصا تهران خواهیم بود. رژیم به آخر خط رسیده و دست به اسلحه میخواد ببره. ما باید آماده باشیم برای یک درگیری مسلحانه تمام عیار. عزیزانم، چند تا نکته رو من اینجا یادداشت کردم که بگم. یکی، اگر اینترنتتون کم زوره روی 3G 3G تنظیمش کنید، بسیار مؤثرتر خواهد بود. وقتی میرید برای تظاهرات، به خاطر مقابله با گاز اشکاور عینک شنا همراهتون ببرید، عینک شنایی که منفذ نداشته باشه، یا اگه منفذ داره منفذهاش رو ببندید. وقتی میرید عینک شنا رو تهیه کنید، اگر پول دارید، اگر قدرت مالیشو دارید، 10 تا 20 تا 30 تا هر چند تا میتونید بخرید و به بقیه بدید. نظری فقط شعله زرد نیست، نظری فقط آش نیست، پلو نیست، میتونید نظر کنید، این چیزها رو نظر کنید. آب پیاز برای سوزش چشم بعد از گاز اشکاور بسیار مفیده. اگر میتونید تو خونه مقداری با آب میوه‌گیری آب پیاز بگیرید، از صافی بسیار ریزی مثل جوراب استفاده نشده رد بکنید و اینو توی قطره چکون بریزید. موقعی که اونجا خودتون یا دیگران دیدید دچار سوزش چشم شدید شدن، یک قطره یا دو قطره از این توی چشم بریزید، مثل آبی است که روی آتش می‌ریزید. اگر امکان این رو ندارید یا اون قطره چکون رو ندارید، یک پیاز همراه داشته باشید و اینجوری روی پیاز که بکوبید، به قول معروف فردینی، این رو بچلونید. اگر آب پیاز رو به چشمتون برسونید، بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. برای اون سرفه و حالت تهوعی که گاز اشکاور دست میده، یک نصفه آب معدنی، یعنی یک شیشه آب معدنی رو نصفه توش آلومینیوم ام جی بریزید، حل بکنید و همراهتون داشته باشید. موقعی که دچار تهوع و سرفه میشید، این رو قرقره بکنید. یه مقدار که قرقره بکنید، حالتون خوب میشه. کلن اثر گاز اشکاور بین 5 دقیقه تا 20 دقیقه است، بستگی به تحمل شما داره. ایجاد راهبندان بسیار مفیده در تظاهرات، یعنی با آتش زدن، با سد کردن خیابون، ایجاد راهبندان رو ترافیک بکنید. این ترافیک باعث میشه که ماشین های ضد شورش تحرکشون کم بشه، زمینگیر بشن و نتونن خودشون رو به تظاهر کننده ها برسونن. کسایی هم که توی ماشین ها هستن و توی ترافیک میمونن، با بوق زدن های ممتد برن روی اعصاب نیروهای یورشگر. شما نمیدونید این بوق هایی که شما میزنید توی خیابون چقدر روی اعصاب اینها میره و اینها رو متوحش میکنه بیش از اونی که هستن. از هنرمندای عزیز خواهش میکنم که به مردم بپیوندید. تا چقدر سکوت دیگه، تموم شد دیگه، دیگه داره تموم میشه. شما کی میخواید که صداتون در بیاد؟ کی میخواید بیاد در کنار مردم بایستید؟ تا حالا از مجوز ارشاد میترسیدید؟ تا حالا میترسیدید ممنوع کار بشید؟ میترسیدید سریال بهتون ندن، فیلم بهتون ندن؟ الان دیگه وقتشه عزیزان، بیاید در کنار مردم. خیلی ها آمدن، شما هم به مردم بپیوندید به خاطر آینده خودتون و خانوادتون.